آقا بذار بریم ببینیم چیز چجوریه. بذار ببینیم پچ 7.28.30 چجوریه. این استیکی نیپال نا دیلز 50% لس دمیج اگینست آل کریپس. اوکی دیگه بتو دارن میگن الان پیک نکنید دیگه. بیس اتک سپید ریدیوز فرام انقدر تو انقدر. کال آف دی وایلد بور موون سپید ریدیوز فرام انقدر تو انقدر. هیروهای قوی پچه دارن یه ذره ضعیف میکنن دیگه. فیشر شارد افتر شاک رپلیکیشن ناو استانس فور هاف دیوریشن. آها الان نصف اون دیوریشن استان میکنه. خیلی خوب شد، خیلی خوب شد، خیلی واقعا شیکر قوی بود. بعد با مورف چرت و پرت بود کلا. مورف شیکر میشدن 18000 ثانیه یا رو استان میکردن. این الان باز خیلی بهتر شد، هرچند هنوزم با مورف چرت و پرت مزه یه ذره بالانس شد. ریکال دیلی اینکریز فرام 3 تو 5 4 3. اوکی کتول هم یه ذره نرفش کردن، خوب شد. سامن مولز دیوریشن ریدیوز فرام انقدر تو انقدر، 5 ثانیه کمتر. کولدانش چقدر؟ 30 ثانیه. اوکی خیلی فرق نکرده. لایک مورف کولدان ریدیوز فرام انقدر تو انقدر. او 16 ثانیه رو که میگیره میشه 36 ثانیه، قبلا 40 ثانیه بود، الان میشه یعنی 40 ثانیه کولانش بود 36 ثانیه دیورنشنش بود با تالنت، همش 4 ثانیه نبودی. اما الان 24 ثانیه مورف نداری. اوکی مورف هم پس درست کردم. کست رنج بونوسش هم شد 300. آها الان اگه آقا نیم بخری 20 ثانیه کم میشه. خب فرق نکرد، ملت اکثرا آقا نیمو میخریدن. اوکی یعنی الان میتونی حتی این تالنت هم نگیری، مورف دیوریشن هم نگیری اگه نخوای آقا نیم بخری، بری واسه اون یکی تالنتش. مورف چی بود اون یکی تالنتش؟ سی تا حتی که سپیده رو میتونی بگیری حتی. Creator Trains Base Attack Time Increase from 1 to 1 و 4. خب خدا رو شکر یه ذره این Base Attack Time اینا رو هم کم کردن، یعنی سرعت اتک دادنشون کم میشه وقتی Base Attack Timeشون زیاد بشه. خدا رو شکر. Vendetta no longer applies break. Vendetta cooldown increase from انقدر تو انقدر. خوبه. نیکس هم خیلی قوی بود دیگه. دیگه بریکش فیلم سوپر بود. یعنی هنوز هم جلو هیروهایی که بریک، یعنی هنوز هم جلو همون هیروهایی که قوی بود قویه، صرفا اون بریکر رو نداره. بریکر یه آپشن اضافیه. میدونی مثل چی مونه؟ این بریکر رو نیکس مثل این میمونه، مثل میسچیف روی مانکی میمونه. ببین الان این میسچیف رو تو از مانکی بگیری بازم هیرو خیلی قویه، حالا اینکه تبدیل به موز میشه وسط زمین یه آپشن اضافیه. اصلا اینو نداشته باشم هیرو همین الان خیلی قویه پیک میشه به نظر من. این نیکس هم همینه، حالا بریک هم نکنه همچنان هیروش خیلی قویه، همچنان جلوی خصوص سر اون اینتلیجنس ها و اینا. ولی کاش مثلا یه کاری میکردن شارد بخری بریک کنه، یعنی کامل دیگه حذفش نمیکردن این دوستانو، مثلا شارد بعد بخری تا بریک کنه، اینجوری بهتر بود. اوکی و تسبیدش کم شد، آرمورش ریدیو شد یکی. ممنونم، کاش بیشتر کم کنید بیس آرمورش رو. کم کردن شده 57، این آرمورش بعد 3 باشه تو بهترین هارمون. 6 و 7 بعضا حتی نرف بیشتری هم نیاز داره. از 325 کردن 320، اینم کردن 1. کولدانش شد 6 4 2 0. اوکی ماناکاستش هم بیشتر شد.
نمیدونم چقدر این توی پیک ریت اودی قرار تاثیر بذاره، ولی حس میکنم هنوزم قویه اودی، ولی خب قطعا یه ذره ضعیف شده دیگه. تو لیت گیمش که اصلا فرق نکرده، همون هیروه، ولی خب اصلش ارلی گیمه که یه ذره ضعیف شده دیگه. ببینیم اودی وین ریتش چقدر میاد پایین و قابل توجه میاد پایین یا نه. بیس دمیج رنج ریدیوز فرام 47 تا 57 تو 46 تا 57 46 تا 54 در واقع 1.5 تا دمیجش کم کردن انگار 1.5 تا دمیجش کم کرد. خب وینینگ گریف دمیج ریدیوز فرام انقدر تو انقدر 30 تا کم شد تو لیول های بالا. اوکی دریم کویل سپتر استان دیوریشن ریدیوز فرام انقدر 4.5 تا 4 ثانیه. نه پاک هنوزم قویه، پاک هنوزم خیلی قویه نظرم. یه 30 تا از دمیج کمبوش کم شده دیگه فقط. بیس دمیج رنج هیرو یه دمیج رندومی میدم، وقتی دمیج رو نوشته 46 تا 57 یعنی هر اتکش رندوم یه دمیجی بین 46 تا 57 میده. هرچی این رنج کمتر باشه اون دمیج رندومه کمتره دیگه. وقتی 3 تا کم کردن از بازه ماکسیمومش، بازه مینیمومش هم دست نخورده است، یعنی میانگین 1.5 تا کم کردن دیگه، چون دمیج هیرو میشه این علاوه این تقسیم بر 2، میانگین این بازه است. دمیج هیرو میانگین این بازه است. وقتی ته بازه رو 3 تا کم کردن انگار 1.5 تا میانگینش رو کم کردن. اینجوری حساب کن. ریکی چی از دست دادم چیزی رو؟ نه. خب تریکس آف ده ترید سپتر نو لانگر اینکریز دیوریشن. دیوریشن چقدر؟ به به اون بیلد شروور آرکین بیلینک و اوکتارین و این شروور را خدا رو شکر دیگه میره کنار، یه دیوریشنش زیاد نمیشه. خوبه اینم از 6 ثانیه تریکس آف ده ترید شد 4 ثانیه. آره دقیقا بابا چی بود آرکین بیلینک اوکتارین میخریدی کلن تو زمین بود، اینو فیکسش کردن. ازم ریکی رو خوب ضعیف کردن، ریکی شاید دیگه چیز نشه چون سپتر آیتم مینش بود، همه میخریدن بلا استثنا میخریدن. بله ریکی شاید دیگه پیک نشه، شاید شکل شورت کست رنج ریدیوز فرام انقدر تو انقدر. بیس دمیج ریدیوز بای 2. او این خیلی خوبه این که دو تا بیس دمیجش کم کردن، چون واقعا لینینگش خیلی خوبه، هم اتک انیمیشنش خیلی خوبه، وید اسپیریت برای لستید زدن، هم دمیجش هم حتی اتک اسپیدش. الان این خیلی خوب شد دو تا کم کردن. یه ذره بابا لینینگ این هیرو رو ضعیف کنید، خیلی قویه وید اسپیریت. ریت فایر بلست کولدان اینکریز فرام انقدر تو انقدر. خب یکشو کولدانش زیاد کردن اصلا مهم نیست، ومپ اصلا یک هیرو رو ازش بگیرن هم قویه. ومپیر کستریت اسکرنتنز بیس دمیج ریدیوز بای 3. سه خیلیه. سه تا خیلیه. سی و هفت بود الان شده 34. یعنی 10% تقریبا
تقریبا آره دیگه، تقریبا یعنی 10% کم کردن دمیجشو، هر اسکلت 10%، بعد 8 تا اسکلت سامن میکنه، هر اسکلت 10% دمیجش کمتر بشه، میدونی چقدر تو سرعت فارمش تاثیر داره؟ نمیدونم، فکر میکنم ریت کینگ هم بالانس شد ولی هنوز قویه. ببین ریت کینگ هنوز قویه، وید سپیریت هنوز قویه، شامن هنوز قویه، ریکی به نظرم دیگه قوی نیست، پاک هنوز قویه، اودیو نمیدونم، باید دید که چه جوریه، مثلا این تغییرها واقعا وین ریتش رو میاره پایین یا نه. نیکس به نظر من هنوز قویه، بعد ارزم به حضورت که نیچر پرافت هنوز قویه، مورف آقانی بخری همون مورف قبلیه، لایکن هنوز قویه، کتول همچنان قویه، شیکر بالانس شده، بیست مستر ترمان هنوز قویه، بترایدر ولی دیگه پاره شد. این اصلا یه بترایدر رو خیلی نرف کردن، شیکر رو خیلی نرف کردن، ریکی رو خیلی نرف کردن، همین بقیه یا هنوز قوی هن یا بالانس هن. یعنی من مطمئنن هنوز هم فرست پیک پاک میزنم، اصلا برای مهم نیست. نیکس دیگه به درد نمیخوره بدون بریک، من اصلا مخالفم. اصلا تا حالا شده فکر کنی وای حاجی این بازی بریک میخوام چی پیک کنم؟ ها نیکس، نیکس اصلا کسی به خاطر بریکش پیک نمیکرد، بریکش خوب بود ولی کسی سر بریکش پیکش نمیکرد، خاطر سش، به خاطر مانا برنش سر اونه.